نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که آمریکایی ها دیگر مانند گذشته مذهبی نیستند. یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که کمتر از 50 درصد آمریکایی ها خودشان را متعلق به مکان عبادی یا دین مشخصی میدانند که این چنین آماری برای نخستین بار است که از جامعه ایالات متحده بیرون می آید. بر اساس نظرسنجی جدید دو ساله گالوپ، برای اولین بار در هشت دهه گذشته کمتر از پنجاه درصد از آمریکایی ها خودشان را به یک مسجد، کلیسا یا کنیسه متعلق می دانند که این به معنای کاهش چشمگیر حضور مذهبی در اماکن دینی می باشد. گالوپ برای اولین بار نظرسنجی از آمریکایی ها را در مورد عضویت در اماکن عبادی از جمله کلیساها در سال 1937 آغاز کرد. در شش دهه بعد بین 68 تا 76 درصد آمریکایی ها گفتند که آنها به یک مکان عبادی تعلق دارند سپس در آغاز قرن کاهش مداوم در عضویت مذهبی آغاز شد و برای 20 سال ادامه داشته است بیش از 6 هزار آمریکایی در آخرین نظرسنجی گالوپ شرکت کردند و 47 درصد اکنون میگویند که آنها عضو یک مسجد، کلیسا یا کنیسه هستند. از زمان تأسیس گالوپ در سال 1935 این اولین بار است که این رقم به زیر 50 درصد میرسد. پیش از این مرکز تحقیقات پیو دریافت که حدود 70 درصد آمریکایی ها خود را مسیحی می دانند. حدود دو درصد آمریکایی ها یهودی و تقریبا یک درصد مسلمان هستند. در سه سال گذشته حدود 21 درصد آمریکایی ها گفتند که ترجیح مذهبی ندارند. این یک افزایش شدید 8 درصدی از سال 1998 تا 2000 است. طبق این تحقیقات و همچنین در میان بزرگسالان ایالات متحده که مذهبی هستند، عضویت در کلیسا کاهش یافته است. از سال 1998 تا 2000 حدود 73 درصد از آمریکایی ها که ترجیح مذهبی داشتند به کلیسا می رفتن، اما به گفته گالوپ این تعداد اکنون به 60 درصد کاهش یافته است